در یک گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، از پاکستان همچون کشور یاد شده است که به گروه‌های هراس افغان پناهگاه‌ها فراهم کرده است و این گروه‌ها حمله‌هایشان را در افغانستان از آن کشور سازماندهی می‌کنند. در بخش از این گزارش آمده است که هرچند پاکستان از تلاش‌ها برای کشانیدن طالبان به شبکه حقانی بر میز گفتگوها به رهبری افغان‌ها پشتیبانی کرده است، اما کارهای بسنده‌ای در برابر طالبان افغان یا شبکه حقانی انجام نداده است. باید بالای پاکستان فشار آورده شود تایی که در برابر تروریسم آنچه که وجود داره و حقیقت داره مبارزه بکنه. با این همه لابیگری های کابل برای وادار ساختن جامعه جهانی در کار آوردن فشار بیشتر بر اسلام آباد ارزشمند دانسته می شود. لازم است با دیپلماسی فعالش در سه مناسبات بین المللی و همچنان در سطح منطقوی از این وضعیت استفاده بکنه و لابیگری های لازم خود را ترویج بکنه. از سوی هم آغاز عملیات برای نابودسازی پناهگاه‌های امن هراس افغانان در پاکستان بنیادی ترین اصل برای نابودسازی این گروه‌ها گفته می‌شود. تروریست یک تهدید جهانی است، نه تنها تهدید برای افغان هاست بلکه به سطح جهان تهدید است. آمریکا و کشورهای همپیمان زو حق داره که در داخل خاک پاکستان علیه تروریستا عملیات خود انجام بده. با این همه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با گروه امنیت ملیش درباره جنگ آمریکا در افغانستان گفتگو کرده است. هرچند این گفتگوها در پشت درهای بسته انجام شدند، اما برخی از مقام‌های آمریکایی به افشای نام‌هایشان گفتند که در این نشست درباره تصمیم نهایی راهبرد تازه واشنگتن در افغانستان گفتگو شده است.